بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت تمام شما علاقمندان درس قرآن کریم و تجوید خداوند شکرگزار هستم که باز هم در خدمت شما دوستا و عزیزا قرار دارم امروز می که در درس خود در مورد حروف مقطعات طریق درست تلفظ کردن حروف مقطعات که به نام حروف نورانی هم یاد میشه در باورد از او صحبت بکنیم در درس های گذشته خود ما و شما در مورد مد و انواع مد گپ زدیم که مد طبیعی را بر شما گفتم مد فرعی را گفتم و گفتیم که هر کدام به چی اندازه میتونیم که ای را کش بکنیم و این درس ما هم یک نوع ارتباط با درس های گذشته ما یعنی با درس مد داره به خاطر از که ما در اینجا هم د حروف مقطعات بعضی حروفش هست ما باید است که او را کش بکنیم که جمله مد لازم حساب میشه حروف مقطعات حروفی است که ما او را به شکل جدا جدا تلفظش میکنیم حروف در قرآن کریم است مثل که در سوره بقره وقتی که ما صفحه اول قرآن کریم باز میکنیم بعد از سوره فاتحه سوره بقره اولین آیتش است الف الف جدا میخوانیم لام جدا میخوانیم میم جدا میخوانیم هیچ وقت شما نشنیدین که کس خوانده باشه علم همیشه شما شنیدین که میگیم الف لام میم یعنی جدا جدا میخوانن از او خاطر برش مقطع میگن مقطع یعنی قطع قطع شده که نمیره برش حروف مقطعات میگن که در قرآن کریم 14 کلمه از جمله حروف مقطعات است یعنی اگر شما سر تا آخر تمام قرآن کریم بخونین متوجه میشین که 14 نوع از حروف مقطعات در قرآن کریم وجود داره در 29 سوره قرآن کریم در آیای اولش حروف مقطعات آمده که تمامش مجموعا گفتیم که 14 نوا یا 14 کلمه از حروف مقطعات است و همچنان تمام حروف مقطعات که حروفش با هم یک جای نوشته کنیم بدون از تکرارهایش یعنی وایش که تکرار شده وایش در نظر نگیریم 14 حرف در حروف مقطعات شامل است الف ح را تا ه ی سین ساد عین قاف کف لم میم و نون مجموعا چارده حرف شد در جمله چارده حروف اولش که الف است در الف ما هیچ کدام قاعده و قانونی نداریم و نمیتونیم ایره مد بکنیم الف به می شکل ساده که ما میگیم الف به می شکل الف ها ما تلفظ میکنیم مثلا الف لام را اما متباقی حروف دیگه که است اینها به با دو بخش تقسیم میشه که عبارت از دو حرفی و سه حرفی است حروف مقطعاتی که به شکل دو حرفی است عبارت است ح را تا ه یا این پنج حرف از جمله حروف مقطعات دو حرفی است و در این پنج حرف اگر متوجه شویم در تمامش الف مدی وجود دارد علف مدی کدام علف بود امو الف که خودش ساکن باشه و ما قبلش زبر داشته باشه متوجه میشیم ح الف ساکن است ما قبلش هی زبر داره را الف ساکن است ما قبلش ری زبر داره تمامش در دا جمله حروف مدی است و ما گفتیم که وقتی که حروف مدی در هر جای قرآن کریم آمده باشه که الف واو یا او را ما باید است که بندازی دو حرکت به شکل طبیعی کش بکنیم دیگه هم در تمامش شنی یعنی 5 حرف که بر شما گفتم باندازید دو حرکت ما باید است که کش بکنیم که عبارت از همون مد طبیعی می باشه مثلا وقتی که ما می خانیم تا هم از جمله دو حرفی است و ه هم از جمله چی است دو حرفی است هر دو به اندازه دو دو حرکت چی میکنیم کش میکنیم و وقتی که میایم سر حروف مقطعات سه حرفی د اوجا هم ما باید است که تمامش مد بکنیم که در اوجا مد لازم است ما در اوجا به اندازه دو حرکت مد نمی کنیم. باید است که شش حرکت کش کنیم ما در مد لازم بر شما گفتم که مد لازم باید است که شش حرکت کش شود در درس های گذشته فقط یک حرف است در بین حروف سه حرفی که از جمله مد لازم نیست و او مد لین میشه که عبارت از حرف عین است در حرف عین متوجه شوین که یا ساکن است ما قبلش عین زبر داره وقتی که یا واو ساکن باشه ما قبلش زبر داشته باشه او را برش میگفتیم عروف لین دیجه هم در عین متوجه شوین که یا ساکن است و ما قبلش عین زبر داره از خاطر یا جمله حروف لین است و ما در مد لین گفتیم که ما میتون میره به اندازه دو چار و یا شش حرکت کش بکنیم این حال شما در عین اختیار دارین که میتونین دو یا چار یا شش حرکتی را چی کنین کش بکنیم. اما در مطابقی تمام حروف مقاطعات سیرفی که از غیر از عین تمامش به اندازه شش حرکت ما باید است که کش بکنیم که از جمله مد لازم است مثل سین ساد قاف کف تمامش به می شکل به اندازه شش حرکت کش می شد خوب از جمله چارده کلمه حروف مقطعات اولین کلمهش عبارت از الف لام است که در اول سوره بقره هم آمده و در شش سوره قرآن کریم این تکرار شده یعنی شش بار در تمام قرآن کریم کلمه الف لام میم در سوره های مختلف آمده و ما باید از با چی شکل تلفظ بکنیم الفش گفتیم کدام قاعده و قانون نداره فقط الف الف تلفظ میشه اما لام و میم متوجه میشیم که سه حرفی است و حروف وسطشان از جمله حروف مدیز باید از با اندازه شش حرکت اینها کش شود حالا متوجه شوید الف لام کلمه بعدیش که در قرآن کریم زیاد تکرار شده او هم مثل کلمه الف لام میم شش بار آمده در سورای مختلف عبارت از کلمه ح میم است ها دو حرفی است یعنی ما به اندازه دو حرکت باید از کشش بکنیم و میم سه حرفی است ما باید است که به اندازه شش حرکت کش بکنیم به چه شکل میخوایم ح میم میم کلمه بعدیش کلمه الف لام را است که پنج بار در قرآن کریم آمده الف باز هم به شکل عادی تلفظ میشه لام از جمله سه حرفی از باید از شش حرکت کش شوه و را دو حرفی از بندوزی دو حرکت کش میکنیم چی شکل الف لام را الف لام را کلمه بعدیش تا سین میم است که دو بار در قرآن کریم در دو سوره مختلف تکرار شده با چی شکل میخوانیم؟ تا سین میم در اینجا فقط یک نقطه باریکی وجود داره که تا به مو اندازه دو حرکت کش کردیم سین که میگیم سین سین یا نون است و در آخر نونش ساکن است سین بعد از او چی می میم وقتی که بعد از نون ساکن میم بیایا میم که متحرک است یک قایده از در کریم اگر بعد از نون ساکن میم بیایا ما نون تلفظ نمی کنیم مستقیم چی تلفظ می میم تلفظ می که در این مثال یارا مستقیم با میم وصل کرده می وقتی که ما تلفظش می کنیم سیم سین نمیگم سین میم نمیگم میگم سیم می بشكل يرى تلفظ ما طاسيم ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم ساده الیف لام میم به این شکل الیف عادی تلافظ شد لام و میم کش میشه به اندازه شش حرکت و را دو حرکت هست فقط دو حرکت کش میکنیم خلاص تا سین سر ساده تا دو حرکت سین شش حرکت و کلمه دیگه سوره که قلب قرآن کریم است یاسین یاسین یا دو حرکت کش میشه سین شش حرکت میشه یاسین کلمه دیگه که فقط یک حرف است ص الف از جمله حروف مادی مقابل ما زبر داره بعد از اون هم دال آمده دال ما قلقله هم میکنیم صاد این رقم نمیخونیمش صاد د باید است که دال قلقله قل شوه که ما در درس قلقله قل در مورد از حروف قد و ما بر شما گفته بودم قاف فقط یک بار در یک سوره آمده فقط قاف کش میکنیم اندازه شش حرکت به میشکل شکل در سوره دیگه سوره قلم است که میگیم

کفایت میکنه فقط دو کلمه که در حروف مقطعات بسیار زیاد مشکل است و تلفظ کردنش با اکثر کسا یعنی دشوار است او رو باید است که با دقت یاد بگیرین از او خاطر من ای دو کلمه را در آخر ماندم شما کوش کنین که با دقت متوجه باشین و از پشت ما تکرار بکنین یا که نسبت به دگاهش پیچیده و طولانی تر است حمیم عین احا دو حرکت کش میشه میم شش حرکت کش میشه فقط عین و سین اینجا رو متوجه باشین که عین هم آخرش نون ساکن است و سین هم آخرش نون ساکن است و ما و شما در قاعده نون ساکن بر شما گفتم که بعد از نون ساکن اگر که حروف حلقی نبیایه حروف یرملون نبیایا و همچنان عرف ب نبیا موجب باید است که اخفاق بکنیم در اینجا هم میبینیم که عین که میگیم بعد از او سین است سین نه در حروف یرملون است نه در حروف حلقی است و نه هم است از او خاطر ما باید است که نون اخفا بکنیم که نمی نقطه باریکی است در اینجا هم نون اخفا میشه و در سین هم که در نون که در سین آمده در اونجا هم ما است که چی کنیم بکنیم چرا قم میخوانیم؟ عين سين قاف بمشكل شكل كلمه بعد كده آه آية سوره سوري مريمس كاف ها يا عين صوف. ذکر رحمت ربک عبده زکریه به شکل باید از که این کف شش حرکت کش میشه ه یا هردوش دو حرکت دو بخاطر که دو حرفی است. عین از جمله وروف لینا. شما میتونین که دو چار یا شش حرکت کش بکنین و نونوش میتونین که میتونین با باید از که اخفا بکنین عین و بعد از او باز هم شش حرکت کش میشه باز تکرار میکنم كافها يا عين صاد كافها باید از که زیاد تمرین کنین امی ویدیو را سر تا آخر چند بار ببینین تا که در ذهنتان بیشنه و خوب سید یه حروف تمرین کنین تکرار بکنین حروف مقاطعات تمامش همی چارده کلیم است امیدوار که ای درس شما یاد گرفته باشین و از پشت ما حتما تکرار بکنین تمرین انجام بدین و هر سوال که در ارتباط به ای درس داشتین یا درس های گذشته تجوید داشتید حتما در کامنت امی ویدیو بر ما سوالات تان ارسال بکنین همچنان میتونین که از طریق شماره واتس با, ما با تماس باشین سوالات تان از او طریق هم میتونین ارسال بکنین و ما با فرصت مناسب بر تمام سوالات شما پاسخ خواهد دادم تا ویدیوهای بعدی شما را به خدا یکتا میسپارم شاد موفق و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید خداوند یار و نگهدار شما